یار قدیمی منم همون هوا دار قدیمی <applause> سلام خوش سلام خوش سلام چطوری؟ امروز مرسی. لبخند رو لباته چی شده؟ دیگه گفته تغییری جاز خدا رو شور این روزایی که با لبخند میاد بعضی موقع با لبخند میاد ولی مثلا اپیزود دوم دوباره عبوس میشه میافته من خب بین دوتا اپیزود چی شد؟ چه اتفاق افتاد کجا کارش اپیزود خودم اول بوده یا دوم بوده دوم تو بودی آخه خب اپیزود من جدی بوده دیگه مجبور بودم ابوس شم آه یعنی مال ما مسخره و علکیه ما نه یه مقداری تو روز میتونه بکنده همون میشه نه داره این کپانی جیو اون روز رفتم کاسکو نه بابا داشتم میوزی بده کجاست یه فروشگاه بله بعد داشتم میمادم بیرون دیدم که یه دونه از این با... بالش بزرگ آوردن که شبا میتونی بغل کنی نمیدونم دیدید یا نه مثلا نه. 120 سانت این تو آه. آه من دیدم بعد من همیشه دا تو داری منو بغل کن <تصفح> 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 <applause> صدا تو کار تفتیم تو بغل تکون نمیخوری یه جوری بالشم برات تو بگو از من بق... اگر که میخواین دوستیتون پایدار باشه با هم صحبت کنید بگید چی میخواید نیازهاتون رو بگید خب بعد من همیشه عادت داشتم مثلا یه پتوی چیزی باید بغل کنی اینو گرفتم زندگیم از این رو به کیفیت خواب و یه جوری بین پاتم هم میذاری؟ خیلی مهم خیلی باحاله ببین میتونی از بالا بغلش کنی بعد پاتم میندازی دورش دیگه هیچی آدم تو زندگیش نمیخواد باید بری زن دیگه نه همینو تمام نیازهای زندگی من دیگه به با اون بالش برطرف شد بر خدا رو شکر مناسب بود حالا مثلا قیمت 15 16 دلار نه والله خب چهار تا می‌خریدی می خرید دو بچه لازم داره مفت. من که هفته پیش مثلا کارپرکتر رفتم من من, من هم گفتش که از این بالشا نیاز گفت من خودم یکی از این بالشا دارم واقعا آره گفت. آره باید, خیلی من اصلاً باید من بودم من همینجور تصادفی مثلا تو صف بیرون رفتن که بودم عکس این خانوم رو دیدم اینو بغل کرد و اینا گفتم تصویر تبلیغاتش آره خیلی شرم. کیفیت زندگی باید. رو برد بالا اه. یه دونه اون یه دونه سوا که نور میفته خودتون رو بلایند اگه بکنید بسیار کیفیت خوابتون بالا میره از کجا اینو هواپیما <تصفح> لوفتانزا داده بود عالیه یه سری شاپ ها مثلا اینجا میتونیم لاین فولد و اینا ازشون بخرید برای برای چشمند آه. و دستمند و شطرنج من فقط بقیر. میگم و... که از چه جاهایی اون بخرید یه سری پرده چیزام بلک اوت هم داره بلک این پرده درد سره دیگه تو باید مثلا ستینگ خونه رو عوض کنی و اینا نه یه پرده سیلور نقره میگیری میبندی خیلی راحت بود چجوری با میبندی به شیشه نه میلشو میزنی و آها همین رو میگم اون درد سر ولی اینو من میام بعد نصب میکنم میکن. من نصابه رو چشت میزنی خفه نمیشه میزنی رو چش من احساس شما با چشتون چشت من با چشمم چشم نه این کلاستروفو ویکتوری هست نمیگم مثلا کی گرفتت تو این خوابم ولی تو میای بخوابی دیگه از وقتی اولش اولشو کمک میکنه دو ثانیه بعدش خوابم خب تو تو مریضی من هیچ اگه دو ثانیه اگه که خواب من هر موقع که بیدار میشم مینیمم 45 دقیقه است مینیمم یعنی من بیرم... نمیری چرا بعد مینیمم 45 دقیقه 45 دقیقه راه جورد... هستم در... تلفنی این خب همینه نه با تلفن نه خب یه رو اول میشین تو تخ نمیافته گوشیتون مود بذارید یه جوری راحت میخوابید من میذاشتم بیرون اصلا. نه اصلا خواب خواب نمیبره دیگه بعد میگم خود حسام سر این بگیرید کدوم بالش همون بالش اون بالش بغلش که کنی ولی کلا من یه مدت افتاده بودم توی سوراخ خرگوش چجوری خوابیدن و اینا خیلی مهمه که مثلا بالش به اندازه کافی باشه تو تخت که این ستون فقرات دید مثلا کج و موج نباشه خیلی خیلی سخته ببین سخت هم هست واقعا که کنترل کنی ولی من خیلی بد میخوام من دستم میذارم زیر بالش اوه. بالش بین دست و سر اینطوری خب من احای، احای. این بدترین نوع خوابیدن, خوابیدن. خب. بله. بهترین نوع خوابیدن مثل اینکه که اینطوری تو مثل میت چیز توی کافه میذارن خارجا اینطوری و سر خوابیدن خوابی. من دست به سینه‌م میخوام همینجوری دستم هم هم میذارم رو آماده برای ارسال این میخوابه اینطوری میکنه آمیلو. آلی ولی خب الان بالش رو گرفتی که دیگه آمیلو. نه خب اینجوری شروع میکنم بعد واسه وصل شاید به چرخه آه بعد زیر زانهاتون هم این بالش بذاری برای کمر خیلی خوبه بعد حالا سه. این کاری پرکتر رو هم میگفتش که اگر که الان نمیتونی و خب خیلی سخته تو اینا دوورتو تو بالش بچین واقعا برو مثلا مثل جوب درست کن برو آره آره. که تکون نخوری آره. اینا مگه تخت چقدر جا داره دیگه من کالیفرنیا خب دیه یه دیه. نفره اگه بخوابی جا زیاده فرق هست آره من اون موقعی که یه نفرم بودم یه مریضی داشتم و کنار وز... تخت میخوابیدم یعنی يعني... اون برای تخت آمدین استفاده نشده و هیچ وقت نه من میگم وسط قشنگ خیلی حال هیچ وقت نمیتونستم وسط نه من هیچ وقت نمیتونم وسط یه بر یه خواب یه بار میخوام یه بار یه بار دیگه به امید اینکه یه شب یه بار بخوام بگم که چیز هست اوپنینگ وجود داره اومد میزنی ویکنسی ویکنسی داریم یه ده تابلو پایین دارم شبا نوه شبیرم میزنم درو در بد ویکنسی <applause> دستشوی نزدیک فوری فروش با کوله شروع شد بذار من قوی ترش کنم رفتم ماساژ پنجشنبه خب بعد همینجور تا رفتم تو سوی یه خانم 45 ساله ماشالله فوردیو شروع کرد مثلا چی کار میکنی شغل چیه اینا کجایی گفتم مثلا اینجایی گفتم شما کجایی منم اینجا میگم کجایی اینجایی اینجا ای 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 جا... کجایی ای؟ آها گفته <applause> که من آها آها. چند سالته گفتم که 29 گفت خیلی جوونی گفتم دخترم 32 سالشه آه, <applause> آه برای خودش رو گفتم که پس حتما شما زود ازدواج یعنی چون مثلا اونجوری سنش زیاد نبود برای حالا دو سال بچه داشتن بعد گفتش که آره من مثلا 19 سالگی ازدواج کردم ولی برای حالا اروپای شرقی کمونیست اون موقع خوب بود آه. اون موقع همه همینجوری ازدواج میکردم گفتم که کدوم کشور گفت رومانی خب چی شده رومانی گفتش که رومانی گفتم اه مثلا آر قبلی منم رومانیایی بود گفت کی فلانی گفتم نه فلانی گفت اون دخترمه <تص> ای اه آها گفته بودی من پیش مادر ای... رو پیدا کردم خب خدا رو شکر من پیش یکی میرفتم بعد این دانشجو قبول شد رفت لندن همونجا که آره شعر کردم این رفت لندن گفت اون دختر گفت حاجی پشمام گفتش که آره گفتم آره اون رفت لندن اینا چطور گفت آره حالش خوبه و تازم دیگه شروع کرد آره تازم با یکی دوست شده گفتن اینجا که با یکی بود و مثلا مووین کرده بودن با هم زندگی میکردن گفت نه با اون به هم زد خوشبختانه گفتم چرا باهاش حال میکردی گفت خیلی آدم سختی بود این که دانشگاه لندن قبول شد مثلا چهار روز طول کشید تا به طرف بیاد بگی و اینا ام. بعد گفت الکساندرا مشکلی نداشت خیلی راه هیچ وقت تلاش نگه همه آدما میمدن جذبش میشدن الان تو لندن میگن بیرونه یه رستوران داشتش عکس میگرفت مثلا طرف اومده نه آره بعد جزاد. آره حالا شو... چرا مثلا من این تو اتفاق برام UH> نمیفته مثلا برام یه جا بشینم hey هی بیان جاز نه خب اون من دافه دارم این اونو چه از هی من دافه نه اون کیفیت میدید میدیدید میفهمید چرا الکساندرا ایمان جان یعنی چی اسمت ایمانه ایمن ایمن فرست اول ایمن بشینم اونجا تکه یه کتمو باز کنم بشینم یه دونه قهوه ترک تو لندن آره یه سیگارم آره چایی بخور تو لندن قهوه ترک نخور نه سیس چیزش خیلی باحال ببین من الان فقط نسخه سیس یعنی هر کاری که میکنم از ابات سیس الکساندر میگفت آره گفت اینجوری اینا بک پرسی تو مثلا چه جوری زندگی تو گفتم ماساژ هم دادن یا فقط تو یه ما حالا برات میگم ماساژش خیلی خوبه بعد گفتش که همین من یه دونه کلاینت ایرانی دارم بعد این بنده خدا مرده میخواد ازدواج کنه با یه دختر ایرانی دختر ایران بعد نمیدونم این باید چند تا سکه بده این رسم و روز خیلی براش عجیب بود گو مثلا پول اون سکه ها الان میشه 150 هزار دلار بعد پسره به من میگه مثلا نمیخوام اینقدر پول بدم پول عروسی رو باید بده. پول لباس عروسم باید ببین یه جوری تعجب کرده بود پول لباس عروسم باید بده این چه وضعشه خیلی ناراحت و اینا بود بعد خب بعد داشت توضیح میدادش که آره پسر خیلی قیافه خوبی هم نداره ولی خب نباید انقدر پول خرج کنه برای مثلا گرفتن مثلا زن گرفتن و اینا این چه وضعشه بعد اون مثلا میاد اینجا آویزونه این میشه این بکنه بعد گفت یک کلاینت دیگه ایرانی دارم ام. این مرد آدم سافیستیکیده خیلی با سواده. نمیدونم همه چی سواب زنش یه پزنته <laughs> <applause> ببین اینا رو ببین من داشتم میمردم از خنده درسته. گفت زنش اومده بود یه دور این با من چیز داشت اومد از این کچرمی گشادا دیدی اینجوری داشت, داشت گفت از اونا پوشیده بود استیل بعد هیچ کاری نداشت بابا به مردی میخواستم بگم کریدیت کارت تو بده این بره خرید کنه اینجا وای <تصفح> 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 بعد این خیلی عجیبه تو فرهنگه چون کانادایا خیلی نایس اصلا امکان نداره همچین حرفی بزن این راحت میگم مثلا زنش خیلی بد بود خودش خیلی خوب گفت نمیدونم چرا تو فرهنگ شما اینجوری مثلا میخواست کلا فرهنگ ایرانی رو بکوبه بسازه گفت چرا اینا گفتم البته فرق داره مثلا آدم مختلف هستن بعضی خیلی مستقلا لزوما نه گفت آره مثلا اونجوریش هم دیدم کلی کلاینت خانم داشتم که مثلا خیلی مستقل و اینا بودن ولی اینا خیلی برام عجیب بود این حالتی که اینا داشتم بیشتر ترپی خانم احساس میکنم آخه ببین تا... یک ساعت اونجای اون باید یه حرفی با تو بزنه دیگه نه من میرم ماساژ میگم لطفا حرفی نمیشه. من, من, من نه با خیلی خنده بود. بود این حرفایی که میزد و خیلی روک بود و خیلی قوی من میگم فقط به مال یعنی اصلا صحبت نکن تمام تمرکز بذارو مالش نه این خیلی قوی بود بعد بهش گفتم که اون الکساندر دست قوی شو فکر کنم از تو برس برده چون اونم خیلی قوی بود و من بعد اون بعدی شام دعوتت کنه خونه بعد من الکساندرا از لندن اومده تو با الکساندرا و دوست پسر قبلیش با هم میرید بعد من بعد اون پیش هر کی رفتم اونجوری قدرت نداشت این اینا خیلی این از اون قوی مامانه که اصلا داش میکند بدنو حالا حالا میگه مادرم اون نهیدی میری یه خانوم از 90 سال دسته قبی بیا ننه بیا به ما نمید ننه خیلی قبی بود من فکر میارم آرایشگرا صحبت زیاد میکنن پس که نه دیگه اینم صحبت میکنه دیگه ولی خیلی روک بود اصلا همینجور رگباری داشت دیس میکرد اینا اونا آخه فکر کنم باید ببینم کارون چجوری جوری من وقتی یکی داره مساج میده دارم مثلا هم لذت میبرم همون داره لذت نه هم مثلا میکنم مثلا اینجا آخ مثلا اون نه من به بعد دست اینجا خیلی تایته این مانیکاه آره مساجش خیلی صدای عجیب در میاره من خیلی صدا در میارم خیلی آکورد می‌کنی قضیه رو برای اون کسی که داره ماساژ می‌ده. بس بذت بخش. Even worse. باشه. آره. Please stop it. Get help. بهین تو اپیزود. بذیمه گشیم. یه دو تا طرف دیگه هست. نه من یه چیزای دیگه هست دیگه. من میذارم تو اپیزود بگم. به این جالبینی بزن برور. سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و فرزادم آمان سلام سلام جونم براتون میگه که برگشتیم با بیزود و 295 و درست درسته. درسته. درسته خدا رو شکر که من چادر به سر میکنم درسته. اومدیم درسته. با یه بزرگ جدید دیگه خوبی خوشید سلامتی این اشغال باید. زیادش خوبه عالی الان دوباره مثلا یکی میگه که چرا در مورد اشغالتون صحبت میکنید اول اپیزود هر اتفاق افتاده بعدمون میگیم دیگه واقعا. ام جونم براتون بگه که هفته که گذشت هفته خیلی گرمی بود ببین در حدی که 470 نفر در بی سی فوت کردن و این خیلی عدد عجیبیه با یکی داشتم سوال میکنم میگفت دست به مرگ بی سی یا خیلی خوبه یعنی خیلی راحت شهید میدیم این خیلی عجیبه 470 نفر آدم به خاطر گرمایش عجیب آره بذار من بگم یه سری گفتن که بابا این اعدادی که میگید چیزی نیست مثلا 30 سی درجه 35 سی 6 درجه واقعا این عدد کمیه ولی فرقی که هست اینه که جای دیگه مثلا مثل ایران همه جا سیستم تونک کننده هست حالا هر خونه ای که بریز حتما کولر داره اینجا اینجوری نیست و این هم که فوت میشن معمولا سالمندایین که خب بدنشون به هر دلیل نمیتونه تحمل کنه و سختم است واقعا من خودم به گرما مقاومم خیلی اذیت نمیشم ولی مثلا دوشنبه سه سهشنبه خونه منم چیز نداشت کولر نداشت اذیت بودم واقعا پنکه... نه نداشت سخت بود یعنی آره فشار زیادیه آره حالا در مورد بیشتر صحبت میکنیم ولی گرمایش عجیبی بود اصلا پشم ریزون خیلی اوزا بود دقت میکردی میدونی که یه را فرصم 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 آه. آه. کولر رو خاموش میکنه تو یه اومد آره خیلی ما رو من برای آها فکر کنم بابای ساختمونتونه آره کولر رو سیستم ساعت 11 نه نه یو خاموش میکنن یه سری ها فکر کنم الان اورلود داره میشه دیگه هر روشن اینا ممکنه آره حالا چند روزی که بهتر شده دیگه الان چند روزی که بهتر شده خبر دومی که توی دو روز گذشته از اول جولای امروز چندم سومه بله امروز سوم جولای از اول جولای اومدن گفتن که ماسک زدن دیگه اجباری نیست پیشنهادی. پیشنهادیه ولی اگه خواستی مثلا میتونی ماسک نزنی تو مکان عمومی و اینا و توی دو روز گذشته 84 تا کیس کووید داشتیم قبلش چقدر بوده؟ عدد اومده بود 27 27 28 شده بود در روزی. روز حالا دو دوباره یه جام می‌کرد دوباره آره که خب میتونه خبر خوبی نباشه ولی ما زیاد من فکر نمی‌کنم به این سرعت تاثیر بذاره ماسک تازه از یکم باز شد ولی مصره. ببین توی میشه آ... بلا فاصله یهو عدد بره بالا یه هفته ده روز آره. دیگه ولی برای من خیلی جالب بود که آدما واقعا آماده بودن هیچ کس دیگه تو بیلینگ ما ماسک نمیزنه آره همین جدی من من اصلا برعکس اصلا میگفتم میخواستم بگم مثلا شما دیدی کسی ماسک برداره همه هیچ کس من ندیدم توی مثلا فروشگاه رفتم سیوان هیچ کس ماسک نداشت توی اه. دو روز گذشته اصلا انگار نه انگار خب اونایی که سنشون بالاتر احتمالا دو دوزو زدن اون باز قابل آخره... قبول تره آدم محسن آدم آره ولی منم این حسو کردم انگار همه آماده بودن که بگن نزنید که دیگه نزنن آره خیلی عجیب احس. بود برای من و تا اول جولای هم فقط 13 درصد کانادایی یا دوز دوم دو زدن <applause> آره <خبت. تصفيق> <استر نیز الاده> کانادا <سکس> نه ایمیل اومد برام آماری که دیدم کل كو... كوله... کانادا دو دوز 35 درصد همچین چیزی بود ولی دوز 22... دو <applause> من دو همین می‌بینی آره این عدد من 13 دیدم تو <applause> تو گفتی فقط دوز دوم من یک و دو رو گفتم خب <applause> مگه می‌تونه چی نه اشتباه داری می‌کنی یک بالای 76 درصد زدن دو رو من خیلی وقت پیش می‌دونستم 20 درصد رو ما رد کردیم آخر Uh, 21 جون این طورا ما 20 بال 20 درصد دوز دو رو <applause> من برمان چیزی که ایمیلی که اومده بود نشو میلیون دوز داده شده تا الان دوازده 12 دوازد و نیم میلیون نفر کامل وکسینه ایتدن که میشه 33 سی و, سی و, سی و نیم درصد میبینی؟ پس من اون چیزی که برمان آره عددی نه ولی ب... به ما هنوز ایمیل نزدن برای دوز دوم میزنید من تا آخر شما تو رو بیم ما رو بزنید دیگه یه آمپول دیگه چه من فکر میکردم به کارون زده بودن نه او با هم زدیم کوروش بود میزنیم زد, زد. زد. نمیدونم دیگه چه خبر شما چه خبر فراد فرزاد, فرزاد؟ باید. عالی باید من هفته پیش گفتم که کارم رو عوض کردم بله به خاطرش با همی هم رفتم توی آفیس جدید لپتاپ های نو میگرفتم و خلاصه جالب بود دوباره وقتی که رفتم تو این آفیسه هیچکی نبود به جز خودم و اون یه روزی که اونجا بودم هر کاری واسه خودم میکردم میرفتم راه میرفتم جالب بود و یه ایمیل اومد همین یه ایمیل اومد دیروز از از ایچار محل کارمون که قراره یه دونه حالت قرار انسانی قرار تنظیم کنن م. بین کارمندا و حالا منیجرها که تصمیم بگیره کارمند مثلا من میخوام این تعداد روز خونه کار کنم این تعداد روز برم آه آه یه،, من. یه فرمت هایبریدی میخوان درست کنن که کسایی که دوشن یه چیز مسخره برای توش بود که فقط میتونی تو بی سی باشی و کار کنی ریموت نمیشه رفت کیچنر <laughs> به خاطر تکسه جدی آره دیگه چون تکس اینجا با تکس جای دیگه فرق داره تو نمیتونی به خاطر اینکه تو پول تو داری کجا داری ارن میکنی این مهمه دیگه آه. مثلا اگه حالا در مورد یوتیوب من بگم برای ما یه دونه ایمیل اومد موقعی که آخر سال که شد که شما چقدر از کانتنتتون رو تو کانادا تولید کردید چقدرش رو رفتین آمریکا تولید کردین مثلا کجاهای دنیا کانتنت تولید کردین برای همین تکسش رو میخواد حساب کنه ببینه که تو چقدر از درآمدت چه تاکسی بهش تعلق میده مرتبط میگه. به جایی که آره جایی که تولید شده است دیگه خب برای کار باید تکس بی سی رو بدی دیگه آره دیگه ولی اگه, اگه, کار توی بی سی انجام پولی. شده خب حالا اگه کار اگه تو آن آن آنتریا آن ده تا... ده ده نیست نه دیگه محلی که داره پول ارن میشه کجاست دفتر دفتر مرکزی بیسی نه من میگم وقتی که بحث اینترنتی میشه دیگه چه فرقی داره لوکیشن ارن کردنش دیگه این فرق داره این به خاطر اینکه حالا مفهوم جدیدیه احتمالا هنوز خوب روش فکر نشده در آینده اینا درست میشه ولی به خاطر جاییه که کار میکنی چون تکس ها فرق داره ایمان تو که این مدت اینجا کار میکردی و یعنی کارت استرالیا بود اینجا کار میکردی تکس اینجا رو میدادم, آه. اینجا, رو میدادم. اینجا تکس میدادم و چه جوری بود یعنی به نفعت میشه به ذره اصوله تکسی نه به نفعم نمیشه یعنی اونجا میگفتی من درآمد ندارم اینجا رو درآمد آره. میزدی اوکی اوه، اینطوری میگی بیوتیفول آره مهمه کجا باشه؟ آه، حالا فهمیدم چی میگی آره من که اونجا بود مثلا خیلی هم کامپلیک خیلی سخت میشد یادم خیلی مکافات من با یه پرونده اینقدری رفتم دفتر حسابدار گفتم تو رو قرآن اینا حلش کن نمیدونستم دونم بعد چیکار کنم خدا آره پیچیده بود آره فقط 300 400 دلارم پول حسابدار دادم برای این کار یعنی میگم خیلی عجیب بود کلی با پول میدادی که چی میگه هم هر سری با کلی هزینه فقط یه سال شد دیگه خدا رو شکر آره فقط یه سن اینطوری شد منتقل شد ولی مینی بعدیشی بود هم اونجا از من چیز ام... کم میکردن بازنشستگی کم میکردن همینجا من اصلا تو استرالیا 6000 دلار بازنشستگی دارم خوبی. که هیچ نمیتونم بگیرم چرا میتونی بگی تکسش رو بدی نه نه اصلا به بید... تا موقعی که جالب شیده. تا موقعی که اه... چیز داری رزیدنسی استرالیا داری به پسش نمیدن ها. پس کی پس موقعی که بازنشسته بشی تو استرالیا خب اونجا چه چرا نمیتونی بری بگی من بازنشسته خب میشه. حالا تا اون موقع که من بازنشسته باشم دیگه 6000 دلاری چه ارزشی نداره دیگه بگی سرمایه‌گذاری کن 6000 تا توی چیز نه میکنه. خب تو میتونی ای اونجا داره. الان بازنشسته نمیتونی نه اینجا هم... هم... همیشه میتونی در یه فرمول داره یک داره. نه اونجا نوشته بودش که سنت... تنها روشی که ما به پولو میدیم اینه که که سیتیزنشیپ سیتیزن که نیستم رزیدنسی استرالیا کنسل بشه دیگه ویزای کار نداشته باشی که من اونجا پیارم و پیارم اونجا اکسپایر نمیشه تا تا هستی خب میخوای بریم سر بزرون 23 دقیقه است چرت و پرت میگیم بفرمایید بله. آماده اید نه براتون خب. یه سری سوال آوردم این قسمت مم. یعنی مم. کارهایی که هفته پیش کردیم در مقایسه با سوالایی که امروز آوردم جوکه واقعا خیلی سوالای زیبایی سوال خودم در نمیوردم همین میگم زیباست یه خلاصه بگیریم دو قسمت قبل قسمت اولی که راجع این موضوع من صحبت کردم این بود که از اینجا شروع شد که وقتی که در معرض اون سال مشاورم قرار گرفتم که خودتو بدون دست آوردات تجسم بکن و حالا ببین چه جایگاهی داری من از کردم که تعریف درست و دقیقی از خودم ندارم و در پاسخ دادن به این سال که حالا من کیا چی هستم آجز بودم بعد یکم جلوتر رفتیم متفق قول, قول تقریبا جلسه پیش هممون گفتیم که اگه در مقابل دو تا موجود قرار بگیریم که یکیش تمام افکار ما رو داره ولی احساسات و احوالات درونی ما رو نداره اون یکیش احساسات و احوالات درونی ما رو داره ولی افکار ما رو نداره ما خودمون رو نزدیکتر به حالت دوم میدونستیم بعد یه ذرم در واقع ایده فیلسوف بریتانیایی جان لاک صحبت کردیم که ایشون باور داشتن که ما حافظمون هستیم یعنی اگه شما مغزه جنایتکار رو در بیاری بذاری تو مغزه بیگناه بدن توی بدن بیگناه بدن بیگناه که اون مغزه جنایتکار توشه باید مجازات بشه یا اگه یک کسی جنایتی رو انجام داده ولی از خاطرش پاک شده دیگه نباید مجازات بشه بود بعد این حالا تقریبا خلاصه دو تا قسمت قبله ما سه ساعت حرف زدیم شد این. یه دقیقه پنجم آنجا گذشت آره در واقع تو یه دقیقه از اینجا به بعد این سایت چیز استنفورد استنفورد انسایکلوپدیا اف فلسفی فوق العاده است اینو برید نگاه کنید این چیزی که دارم میگم از اونجا اومده خیلی باحاله اون اپیزودای معنای زندگی هم یه بخش خوبیش از اونجا داشت میومد <laughs> این روی حالا مفهوم هویت شخصی و پرسونال آیدنتیتی یه <تصفح> گستره عجیب و غریب از سوالات رو مطرح میکنه که ما یه سریاش رو تقریبا حالا تو دو تا قسمت گذشته بهش رسیده بودیم یه سریاش رو اصلا نرسیده بودیم ولی من وقتی میخونم اینجورم که اوه اوه الان اونا رو اونا رو صحبت کنیم میگه که بخوایم راجع به حالا این موضوع پرسونال آیدنتیتی هویت شخصی صحبت کنیم باید آشنا باشیم با این سوالات و اینکه چه تفاوتی میتونه ایجاد کنه اولیش همون تایتل اپیزود که من کی هستم خب میگه که بیرون از فلسفه توی حالا حقوق و جامعه و فلان مفهوم هویت شخصی به،, به, ویژگی های اطلاق میشه که شما نسبت به اون ویژگی و احساس تعلق خاطر و مالکیت دارید این تقریبا همون چیزیه که اکثر ماها اولش راجع بهش صحبت میکنی یعنی تا از ما میپرسن تو کی هستی یا همون جوابی که من به مشاور دادم من کسی هم که مثلا فلان کارو کرده اینجا درس خونده اینجا کار کرده اینجوری همه ای ماها راجع به این چیزا صحبت میکنیم چرا به خاطر اینکه این بیرون از فلسفه اون چیزایی که ما بهشون تعلق خاطر داریم و اساس مالکیت میکنیم نسبت بهشون آه. بعد و در واقع باور داریم که این صفات هستن که ما رو تعریف میکنن و متمایز میکنن از بقیه و اونایی هم که حالا به بحران هویتی میرسن زمانی که نمیدونن اون صفاتی که اونها رو تعریف میکنه چی هست خب حالا مشکلی که فلسفه میتونه بگیره به این داستان چیه در واقع تفاوت دیدی که فلسفه داره نسبت به مفهوم هویت شخصی و جاهای دیگه اینه این تعریفی که ما از خودمون میکنیم در واقع ویژگی هایی که ما خودمون رو باش تعریف میکنیم قطعا میتونه موقتی باشه و تغییر کنه دیگه چیزی که من الان خودمو باش تعریف میکنم با چیزی که ده سال پیش تعریف میکنم با چیزی که مثلا 20 سال آینده اگه زنده باشم تعریف میکنم آره فرق داره بعد مثلا از اون طرف من بیام بگم که من یه مهندسم که پادکست هم مثلا داریم ولی هیچ اشاره نکنم که مثلا ایرانیم و مردم از یه طرف یه آدم دیگه باشه که دقیقا همین چهار تا ویژگی رو داشته باشه از اون بپرسی تو کی هستی ممکنه اون بیاد بگه که ایرانی و مردم اصلا اشاره نکنه که مهندس و پادکست داره <تصفح> خب یعنی دو نفر با حالا چهار تا ویژگی یکسان هر کی ممکنه خودش رو یه طوری ببینه با این تعریف خارج از دنیای فلسفه این یه, با... یه در واقع ایراد یا فکری که فلسفه مطرح میکنه که میتونی راجع به این تعریف از هویت شخصی داشته باشی که خب این جالبه به نظرم دومیش اینم خیلی جالبه میگه که اون ویژگی که ما به هویت خودمون نسبت میدیم ممکن اصلا نداشته باشیمش خب یعنی چی یعنی فرض کن شما به هر دلیلی که وجود داره قانع شده باشی که تو ناپلونی فرض تو فرض کن باورتونه که ناپلونی. و خب چه صفتی با ناپلون بودن میاد امپراتور بودن تو خب فکرم شیرنی رو میگی خب ناپلونی چرا در شیرنی باشه بلالی امپراتور بودن آره صفتی که با ناپلون بودن میاد امپراتور بودن تو باور داری که امپراتوری ولی تو این ویژگی رو نداری یعنی ما ممکنه خودمون رو با چیزی تعریف کنیم که اصلا نداریمش یعنی اصلا توهم توهم آره خب ممکنه حالا یه شرایط روانی خاصی داشته باشه یا آدم که خودش رو یه شخص دیگه ببینه کاملا ممکنه دیگه بعد اون خودش رو یه جوری تعریف میکنه که با واقعیت تفاوت داره و خب این در واقع ایرادیه که فلسفه میتونه از اون دیدگاه رایج بگیره که هویت شخصی ما اون چیزیه که اون مجموعه صفات و ویژگیایی که ما بهشون تعلق خاطر داریم و نسبت بهشون احساس مسئولیت میکنیم که حالا همین میتونه تفاوت داشته باشه اون مثلا اینکه من اون چهار تا ویژگی رو دارم یا نفر دیگه عینا همون چهار رو داره من دو تاشو میگم اون دو تاشو میگه یا اینکه من ده سال پیش یه سری ویژگی دیگه میگفتم در آینده یه سری ویژگی دیگه میگم پس اینم در حال تغییره و آخرش هم که یکی ممکنه به هر دلیل قانع شده باشه که یه سری ویژگی رو داره که واقعیت در واقعیت مسئله دومی که مطرح میکنه مسئله شخص بودن یا پرسن هوده خیلی اینو جالب میگه میگه که اون چه کیفیتیه که چیه؟ میکروفون رو خیلی سخت نگرفتی؟ بخاطر انگوشتش دیگه <applause> درد آره. آره. آره اون چه کیفیتیه که شخص یا پرسن رو از غیر شخص یا نان پرسن متمایز میکنه یعنی چی؟ یعنی در واقع در طول رشد ما از زمانی که اون لقاه انجام میگیره کجاست که ما تبدیل به پرسن میشیم می شخص میشیم قبل از اینکه دوران بیام پرسن بودم <تصفح> <ام. متحد> <تصفح> <اطمع> خب <خورمو> اینم یه سوالیه که شاید ما بهش فکر نکنیم به مثلا یه،, یه،, میمون یا یه کامپیوتر خب اگه قرار باشه به یه شخص تبدیل بشه چه ویژگی رو باید توی خودش به وجود بیاره حالا میمون با کامپیوتر خیلی فرق داره باشه را اومده نه ببین تو داری میگی انسان این اصلا نمیگه انسان میگه شخص پرسن چون انسان یه تعریف داری شما یه گونه از حیوان حیوان هستی که حالا رو دو پارا میری و شخص چیه اون ویژگی که ما کانشسنسه نمیدونم آره جواب, جواب ندارم براش یعنی میخوایم فکر کنیم ولی خب اون میمونه ممکنه حالا اون کانشسنس یا آگاهی یا هوشیاری رو داشته باشه دیگه دیگه به نظر من اون یه شخص آره. دیگه شخص کامپیوتر چی ببین به ب... نظر من کامپیوتر حالا واقعا کامپیوترام خیلی چیزن خیلی ایندیویدوالن یعنی تو حالا یه چیزی که میگن میگن اگه تو دو تا ای... دو تا ست کامپیوتر از یه قطعات بسازی جور مختلف برخورد میکنن و از این موقع یعنی یه مادربرد یعنی بوردش. آره ده. آره نه یه مادربرد داشته باشی یه مدل رم یه مدل سی پیو داشته باشی پرفورمنسش متفاوته به خاطر حالا اون کوالیتی بیلی که دارن برای همین به نظر من اونام چیه تو, تو چی در موقع بیده؟ بیده؟ نه همین جالب بود برام که میگن آره ولی ما نمیدونیم کجای از رشدمون شدیم شخص خیلی میتونه تعریف متفاوت داشته باشه دیگه جالبش اینه آره اینا روشم هم اتفاقا نظر وجود نداره نظر خود چیه؟ نظر خود ندارم من نظر ندارم جواب ندارم ولی جواب نداری ولی ایده هم نداری یعنی نمیخوای چیزی هم بگی ببین آخه مثلا کانشسنسی که تو میگی خب حیوانات هم ممکنه داشته باشن دیگه کامپیوتر هم داره به یه نحوی اون آگاه به تمام اتفاقاتی که براش افتاده خیلی بهتر از ما آره. Yeah. بعد اگه بگیم فکر کردن که خب باز حیوانات هم فکر میکنن دیگه خب مشکلش چیه؟ یعنی حیوان نمیتونی شخص باشه؟ آبا این مشکلش این که تعریف دقیق که بخوای بدی برای اینکه تعریف کنی فلان چیز توی فلان کتگوریه در واقع تعریف علمیش اینجوریه که باید بگی شخص ایکس موجودیت ایکس در زمان تی توی فلان کتگوریه یعنی موجودیت ایکس در زمان تی شخص اگر و فقط اگر ایکس در زمان تی این ویژگی و این ویژگی رو داشته باشه این میشه تعریف دقیقش واسه تعریف شخص هر چیزی توی علم هر چیزی رو بخوای تعریف کنی میگی اینه اگر و فقط اگر این ویژگی رو داشته باشه ما نمیدونیم اون ویژگی ها چیه یه مجموعه مثلا آره دیگه تو مثلا چه میدونم ترس و مثلا دوربین ایشو. میگی دوربین در لحظه تی دوربینه اگر و فقط اگر بتونه ثبت کنه تصاویر رو خب برای همین دیگه مبل دوربین نیست چون تعریف مشخص داریم یا میکروفون حالا چی ماشین هواپیما نوشیدنی هارد کاکتوس آره اینا تعریف ولی شخص رو تعریفش اون ویژگی هایی که ما میگیم اگر و فقط اگر بخوایم براش به کار ببریم و نمیدونیم نه اگر خود میخواست این رو تعریف کنیم هم نمیدونیم مثلا چی هست بگو خب عشق ورزیدن این هر جا میاد عشق این هر اپیزود یک هر میگه ادونچرس بودن خب اینا همه تو حیوانات هم هست دیگه اونا هم شخصن عشق میورزن میترسن ترس ادونچرس بودن هم حیوانات دارن آره خب اونام هم یعنی نمیخوایم هم چرا میخوا چرا میخوایم اینا رو جدا نه، نه کنیم نه نمیخوام شاید مثلا باش نه باش باشه شخص پس تو میگی مثلا میمون هم شخصه آره حجی آره. از من و تو شخص داره آره. آره. اون برای خودش اصلا یه اتیتود خودش داره اوف کورس شخصه بگو فرات بگو فقط به صرف اینکه نمیتونه مستقیم کامیکیت بکنه که اونام یه جوری میکنن دیگه سه ترسا رو داشتن فوبیا آره من واظن ترس و احساسات و یه سری م... فکر کنم آره دیگه مجموعه اینا رو بریزی رو هم یه شخص بشه شاید اصلا خیلی از ما همه اون شخصیم یعنی حس تعریف اینه که همه آدم های دوپا شخصن اگه تعریف اینه پس آه. آه حالا علا من که تعریف اون نیست میتونه این باشه که تو چند تا شخص باشی اینم ما نمیدونیم حالا جلوتر را جوش میخوام صحبت کنم اما نمیدونی ما یه دونه شخصیم یا نه شما؟ من نظرم اشغال نشستی نه چند تا مبانم. شخص تو تی های مختلف تو تایم مختلف آره. تو میتونی تو تی های مختلف شخص های مختلف بوده باشی مم. و این تی ها آی میتونه که هم نزدیک باشن آره اصلا, آره. اصلا مهم نیست هر چقدر روز نزدیک به روزت هم میتونه متفاوت باشه لحظه به لحظه هم میتونه متفاوت باشه اصلا یه سری مریضی ها هستن که طرف همزمان دو نفره آه. دو شخصه خیلی خوبه بی شخصیت باشی که ساشا نمیذاره <تصحیح> آره. حالا سوال بعدی بسیار زیباست اینم من خودم بهش فکر نکرده بودم پرسیستنس یا تداوم خب یعنی چی یعنی اینکه چه شرایطی لازمه که یه شخص تو زمان تداوم داشته باشه یعنی به حیات خودش ادامه بده به جای اینکه یه جایی حیاتش متوقف بشه یعنی چی یعنی مثلا شما به عکس دوران بچگیت اشاره کنی چی باعث میشه که فکر کنی تو اونی او اکس خاطرات خب خاطرات ما خاطرات رو مثلا یه جا ذخیره میکنیم بی بیولوژی چی جسمت عوض شده کامل نیستی ولی سلولا عوض کاملا عوض شدن چیز شده دیولپ شده نه نه میگن هفت سال هشت سال یه بار کامل شستی کوبیدی دوباره ساختی خب تو عکس بچگی تو میبینی چرا فکر میکنی اون تویی چون هی به خودت گفتی اون من منم دیگه این من باشه دیگه هی دیدی اکس رو خب باشه این ولی کیفیتی نیستش که تو بهش استناد میکنی که بگی منم صرفا توی حافظت دیگه فرض کن حافظه تو رو ریختن توی حافظه موجوده دیگه اونم هم همین باور رو داره دیگه منم. این این سال من خیلی برام پیش اومده بود مثلا ایمانه که اولین بار 2015 دسامبر 2015 دیدم خب من و ایمان سال هم مدرسه بودیم راهنمایی بودیم ولی بعد دیگه دبیرستان ارتباطی با هم نداشتیم مثلا خدا شکر خب آره. همون ایمانه نه ولی خب من اومدم اینجا به ایمان که تکست دادم این خیلی با آغوش باز چیز کرده که آره مثلا ما رفاقت داشتیم ما ببینیم همدیگه و اینا ولی خب چی باعث میشه که تو باور داشته باشی من همونم تو که هیچ ایده ای از شخصیت من نداشتی تا قبل 2015 دیگه چون بچگی هم دیگه بودیم و این مدت هم ندیده بودیم خیلی هم تغییر کرده بود میگی من همونم یعنی چی همونه خلقیات شخصی یا همونه همون شخص همون پرسن یعنی میگه که چرا با من مثل آدم غریبه رفتار نکردی آره هیچ ایده ای با... هم از من نداشتی به خاطر چی باعث میشه که تو بدونی من همونم شاید تو راحت که اونطوری فکر بکنی یعنی که باشه ولی خطر خب خطر چرا آدم جدید میبینی اونجوری راحت نیستی اونجوری فکر کنی میتونی هم... یه بکراندی باش داری یه سری سابقه همون یعنی تو حالا حداقلش اینطوری که من فکر میکنم آدما اونطوری عوض نمیشن حداقل حالا تو ذهن من ها من فکر میکنم آدما اونقدر عوض نمیشن یعنی از یکیو که تا یه حدی که بشناسی تو هر تی مختلفی خب میتونی یه جاجمنتی نسبت میتونی یه قضاوتی نسبت به اخلاقیات اون طرف داشته باشی حالا چه درست چه غلط و اون داشتن اون قضاوته به تو یه دونه آرامش خاطری میده که این من یک بار یه سیفتی, بار. سیفتی که من یک بار این بابا رو مثلا توی یه تیه مثلا 15 سال پیش من اینو چیز کردم شناختمش قضاوتش کردم میدونم که کار خیلی عجیبی نمیکنه با کانفرت زون من یکیه این خیلی متفاوته با اینکه تو یه نفر رو اصلا نمیشناسی و تا به حال اون قضاوت روش نداشتی ام. پس تو بمید... همچنان داری قضاوت میکنی آدم رو یعنی همینطوری که مثلا ما هر هفته که همدیگر میبینیم این به این دانش من نسبت به تو همینطوری شاید داره بیشتر میشه داره develop میشه ولی تو وقتی یک بار یه راحتی و با یه نفر داشتی اون پرسه رو گذروندی خیلی راحتر میتونی قبولش بکنی تا یه آدم جدید آره پس برای تو تو به حافظت استناد میکنی میگی که و احساسات هم نسبت به حافظم یعنی اونم خیلی مهمه یعنی اون گاد فیلینگ خیلی مهمه حس شیشو چی شیشو میگن فارسی گاد فیلینگ حس شیشو آره ولی حالا چیزی که تو فلسفه میگن ما ظاهرا نمیتونیم مطمئن باشیم که نه تنها من همونم تو خودت هم همون نیستی صد در صح. بعد و اینکه حالا این پرسیستنس بوده شخصش اینجوریه که چه کیفیتی باعث میشه که تو فکر کنی همون آدم گذشته توی یعنی اون اکثری که میبینی خود توی تو آینده هم همچنان خود توی میدونی این نمیگه تو نیستی ها میگه چه کدوم کیفی دست رو بذار رو اون کیفیته بگو اون ویژگیه و این میگه که به صورت تاریخی این داستان از امید به این میاد که شاید بعد از مرگ ما همچنان یه زندگی داشته باشیم خب حالا اون فرد تو آینده بعد از مرگ ما باید چه ویژگیهایی داشته باشه چه جوری به ما مربوط باشه که بگیم ماه نه یه کس دیگه داستان اینه ام. اون ویژگی رو باید تعریف کنیم چون جسم که از بین میره دیگه اره. ما تعریفم که از روح و اینا که نداشتیم نداریم پس چی ممکنه باعث بشه که فکر کنیم اونی که توی حالا آینده است قبل مرگ بعد مرگ همچنان ماییم ما بعد یه ذره سختتر میشه این خیلی بار اویدنس یا حالا گواه چه مدرکی هست بله. ما چجوری میفهمیم کی کیه یعنی الان معنی که اینجا نشستم شما کجا میدونید من همونی هم که هفته پیش بودم خب شاید این واسه مثلا یک عین من تولید شده با ظاهر من و خاطرات من اومده اینجا این هم هیچ این نوع سوالی که میپرسی این این فیلم تخیلی تعریف سوالت اینه که فیزیکت یا اتفاقاتی که وسط افتاده هر چیزی تو که تو دوست داری بگی مثلا رد و خورده باشه کلا یه آره 180 گرما دیدی که چه تاثیر رو داشت <تصفيق> 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 دیگه ما <اونو> آدم <applause> دیگه بعد آدم <تصفيق> <تصفيق> از اون دیگه زندگی تو بده رو خب آره خب چه ویژگی باعث میشه که شما باور داشته باشید <محن> که من همون آدمی هم که هفته پیش اینجا بوده به همونجوری که فرهاد جان اشاره کردن دو حالت داری یکی حافظه است خب میگه که من اگه یادم بیاد یه کاریو کرده باشم و اون اتفاقا واقعا افتاده باشه یعنی چی یعنی من یادم میاد که هفته پیش اینجا بودم داشتیم صحبت میکردیم اون اتفاقا واقعا افتاده امه. این حالت اولی که میگیم خب از اینجا میشه فهمید من همونم یعنی این گواه اینه که من همونم دومی شباهت فیزیکیه یعنی موجودی که هفته پیش اینجا بوده داشتیم صحبت میکرده چون خیلی شبیه منه الانه ما میتونیم نتیجه بگیریم که خب این همون آدمه حالا کدومش بنیادی تره؟ حافظه اون آدم یا شباهت فیزیکی شباهت فیزیکی حالا فرض کنید که این وسط اگه مغز من با مغز یه انسانی که خیلی وقت پیش مرده جا به جا شده من باور دارم که اونی هم که مرده در صورتی که فیزیک من فیزیک کارونه مه. حالا اگه شباهت فیزیکی باشه یعنی بر مبنای حرف فرهاد من کارونم بر مبنای حرف ایمان من کسی هم که سالها پیش مرده, خدا خدا بیامرزت این گواه اینکه اینی که اینجا هست همون قبلی است چیه از خیلی حال میده این سالای خیلی ساده است فلسفی خیلی ساده است نه آخه مگه همون مگه کجا مگه مغز مرده. نیست مگه مغز من مرز... آخه ما هفته پیش به این رسیدیم که اگر که من میخواستم گفتی یه عضو بدنتون انتخاب کنید خب ما بین چیزی که مغزه است این اون چیزی که حالا کل ماها رو کنترل میکنه و نشانگر کی هستیم اون مغزه است اگه تو مغز تو بره توی بدن آدم حالا فوت شده اون فوت شده توی تمام شد آره خب این فقط هم... ویژگی ظاهریت اصلا برام اهمیت نداره درست میگی سوال اینه که این وسط ممکنه مغز من مغز من که هفته پیش بودم رفته توی یه جسمی که خیلی شبیه من هفته پیشه از کجا میدونی من همونم یعنی این چه گواهی داری که من همونم خود گفتی دیگه یا آگاهی که نسبت به هفته پیش داریم اطلاعات هفته پیش آره ولی باز ممکنه جابجا جا شده باشیم دیگه این وسط باز فرق نمیکنه اگه دقیقاً شبیه تو دیگه شبیه توه دیگه از کجا دقیقاً شبیه منه تو هر روز که من میام که تمام ویژگی من اصلا چک نمیکنی که خب این همونه خدا رو شکر یه سری چیزها رو چک نکنیم خب خیلی قشنگه نه چک نمیکنی ولی مثلا تو محاوره ای که همیشه داریم یه میانگین درکی از هم داریم که مثلا راجع به این مسائل کارو اینجوری حرف میزنم راجع به این مثلا مثلا من این دیدگاه ها رو دارم آره دیگه ولی ما هر بار که همو میبینیم همه اون مباحثی که با هم مرور نمیکنی نمی یا نمی ممکنه من این وسط نظرم راجع به نظام سرمایه‌داری کاملا عوض شده ام. او و وقتی منو دیدید ما راجع به موضوع صحبت نکردیم و شما نفهمید که من یه آدم جدیدم بعد چی میشه آره چی چون, چون, چون فقط یه کنی و چون فقط باید. یه عوض شده یه راه فکری دوست شده آدم جدیدی شدی؟ همین دیگه ممکنه این وسط مغز منو ریختن توی یه جسم جدید که شبیه جسم قبلی منه همه چیزش رو ثابت نگه داشت اون یه تیکر رو فرض کن عوض کردن خب این آدم جدیدیه دیگه چون تاثیر خب پس داره ماها روز به روز داریم عوض میشیم عوض دیگه. عوض. دیگه یعنی چون ما نظرمون همینطوری داره دیولپ میشه نسبت به موضوعات مختلفی داکیومنتری میبینی یه چیزی عوض میشه می میتونی من نمیگم نمیشه نه خب میشه. پس آره پس اصلا دیگه این که اصلا نه, نه 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 پس اینکه اصلا آدم ثابتی باشی یا همون قبلیه باشی زیاد اهمیتی نداره چون همه دارن عوض میشه آها چرا اهمیت داره حالا آخرش میگم چرا اصلا مهمه که ما بدونیم چی مهمه شما من خیلی درگیرم عشق <laughs> بعد مسئله بعدی پاپولیشن یا جمعیت این خیلی زیباست میگه که طبق سال تداوم که میگه کدوم یکی از شخصیت های ما از ابتدا تا به اینجا رسیده یعنی از اون عکسی که مثلا دوران بچگیت میبینی تا الان کدوم یکی از شخصیت رو به اینجا رسیده اون شخص کیه میگه ما از کجا میدونیم تو دو دنیا چند تا آدم وجود داره این جمعیتی که میگن هفت میلیارد خورده ای از کجا داره میاد بر اساس چه مبناییه اون بای پولار اینا دو شخصیتی که گفتیم اون اتفاقی که میفته اینه که توی ظاهرا ارتباط نیم, نیم چپ و راست مغز قطع میشه با هم و اون آدم واقعا دو شخصه توی یک جسم حالا به علاوه بای پولار چند شخصیتی هم داریم آره. یعنی دیگه آره آره یه لیگ دیگه آره یعنی چرا ما تعریف نمی کنیم این مثلا سه نفره سه شخصه چون واقعا سه شخصه حالا سه میگم دو شخصه هرچی اون ما داریم جسمش خیلی جا اصلا همچین چیزی رو بهش آگاه نیستن و آگاه هم باشن اصلا ثبت اون تو مثلا تو ثبت احوال های کشور نمیتونی من سه نفرم سه تا کار شماره ملی داشته باشی آره میگرم. این راحت ترین کار فکر کن ولی اون،, اون،, اون فرد توی ذهن خودش کاملا دو شخص متفاوت دیگه بسته به اینکه کدوم اکتیو شده آره کارت ملی آخه جس میدن دیگه به همین <تصفح> میگم آسون ترین راه شما یعنی خیلی،, خیلی بیشتر هفت بیلیونی اصلا نمیدونید چرا میگن هفت جنیان هم تازه حساب کنیم <تصفح> خیلی قشنگی شاید که خیلی سوبر میشینی این آراد میخونی آره خیلی سوبری نه اون موقعی که نه فکر کنم سوبر نه الان به درد این نمیخونه نه باید سوبر باشی موقعی که این صحبت داره میکنی نه ولی خیلی باحاله منم من دارم لذت میبرم اگه ساکت هم شما لذت میبرم خب اما هم که خوبه بعد سوال بعدی ما چی هستیم چی این دیگه چی نیست چیه یعنی چی از لحاظ متافیزیکی فرق در واقع من و تو اینا با بقیه چیه یعنی علاوه بر اینکه چی ما رو مشخص میکنه چه ویژگی های بنیادینی هست که ما رو به صورت انسان تعریف میکنه ما فقط از ماده تشکیل شدیم یا یه سری چیز دیگه هست ما بعد از بالا به بالا میرفیم خب از اصلا گستره ما تا کجاست تا پوستمونه رد میشه جلوتر میره تا کجا میره این رو هم سواله آره من من راستش نفهمیدم سوال یعنی،, یعنی گستره ما تا کجاست تا تا کجا تویی؟ یعنی <applause> از اون مرکز تا <applause> <تو> پوستتی یا میدونی تا جایی که فکر کلش توی تو کل گستره ای نداره کل اون جسم کل <applause> اون بایود فیزیکی که وجود نه داره نه ولی خواهی مثلا فرد تصادف واسه اتفاقی افتاد من کتفم رو دست بدم دست یعنی یه بخشی از تو رفته همین ولی بازم هنوز من یعنی اونیم که یک ساعت قبلش بودم فقط یه دست هم از دست دادم شاید در آینده تاثیر بذاره این خب پس تو میگی درست. جسمت نیستی منظور اینه گسترت جسمت نیست چیه پس احساساتته احساس مخورم. نوع فکرت نوع هره. دیدت قلن... اون کجاست احساسو تو مغزته قلبته نه قلب که شروره نه چون که نه جواب نداره من جوابی ندارم من نگاه نکنید ولی میگم خیلی باحاله میخندی یه جوری می با تمسخر داری نه. به ما میخندی نه خنده لذته خنده این حالت استیصال رو من دوست دارم به خاطر اینکه اینا سوالات ساده ای که ما اصلا براش جواب نداریم چرا فکر کنیم ساده است چرا هی میگی ساده اصلا نه, نه, نه. ساده آقا ساده تو می... تو خیاب رو رو بگی تو کی هیچکی نمیگه او من بلد نیستم من کیم که مثلا بری به یکی بگی انتگرال با... دوگانه بگیر یارو میگه من بلد نیستم خب ولی از طرف آره ولی از طرف تو پرسی تو کی هستی همه یه چیزی دارن ولی نداریم آخه نه یه چیزی دارن ولی نداریم شما نمیفهم یا چیزی دارن یا ندارن دیگه خب دیگه الان همین سوال گستره شما تا کجاست فرهاد میگه که یعنی من میگم مثلا تا پوستمونی و اینا فرض کن آره آخه چون ریاضی نیست یعنی هر کس نسبت به تجربه خودش داره جواب این سوالو میده درست و غلطی آنچه آره درست و غلطی چه وجود نداره یعنی برای هر کسی میتونه متفاوت باشه آره برای خب قشنگه دیگه بهش که فکر میکنی و حالا میگیم خاطرات و احساسات باز اونا کجان حالا یه راهی باشه که ما اینا رو منتقل کنیم به یه جسم دیگه مثلا بذاریم توی میمون اون میشیم ما دیگه چون گفتیم جسم نیستیم آره سلام. نه دیگه ولی مثلا حالا مثلا اگه البته من همین حالا مثالی که تو زدی گفتی اگه دستمون از دست بدیم احتمالا اون خیلی میتونه از لحاظ روحی فکری ذهنی تو رو عوض بکنه دیگه هم من ب... هم هم دیدگاه شما دیگه. من شاید از بیرون شاید آره شاید یعنی مثلا نوع... من اگر که بخوام یه مثلا حرکت ورزشی بکنم برم کایاکینگ شاید دیگه به تو نگم چون میدونم که اذیتت میکنه خیلی کننده میشه نه ولی ایمان اینی که تو میگی رو من یادم یه چیزی خوندم خیلی هم ادعای روش نیستش که دقیق باشه ولی میگن هر اتفاق بعدی هم که براتون میفته میگه اگه اون اتفاق بدتر نشه آدم باش کنار میاد یعنی مثلا فقط دست نه, نه نه آره شو. ولی من میگم که آره ولی اگر که زمان بدتر نشه مم. ولی اگر که مثلا من بخوام یه حرکتی بکنم که نیاز خیلی عجیبی به اون اعضای بدن داره که آره. ایشون دیگه ندارتش رابطه منم با فرهاد عوض میشه دیگه اگه ما هر هفته قبلش ما میفتیم کایک مثلا yeah. خب الان دیگه نمیریم دیگه آره ولی باز ف... حالا آره نمیدونم فرهاد تو ذهن تو فرهاد میمونه بموشت فرهاد بموشت جدید اینو مثلا نه. توی حالا داستان آره, میشه. آره میشه. توی داستان تصادف و اینا مطرح میکنن راجب میزان خوشحالی آدم هاست. تو یه اتفاق بعدی که برات بیفته قطعا میزان خوشحالیتون اول کم میشه هم. ولی میگن اگه شرایط جوریه که بدتر نمیشه یعنی مثلا چون آقا من پام مصدوم شد من دیگه فوتبال نمیتونم بازی کنم ولی چون از این دیگه بدتر نشد من راه میتونم برم میتونم بدوم میگه این تو خوشحالی من تاثیر نداره تو دانی مدت آره اولش تو خب خیلی رو مخه تو اینا ولی بعدش که باش کنار میای دیگه کنار میای دیگه یعنی احتمالاً ذهنیتت نسبت به خودت عوض نمیشه یه برگردیم به اون میمونه که گفتی گفتی بزن تو اگه مثلا یه میمون الان هم بشینه و افکار و حرفای من خیلی راحت علی اون که فراد اونجوری نمیدونه میمونه میاو میکنه حداقل آدم سوش نمیذاره تو بوش فرهاد میاو میکنه میمونه میمونه تو میمونه میاو کنه ماشینش رو خیلی میشوره آره آره من به نظرم اصلا جسم اصلا مهم نیست نمیتونی بگی برای من خیلی اگه یه میمون بشینه اینجا بخواد حرف تو بزنه من اصلا قبولش نمیکنه. جسم مهمه واسه من چرا نمیتونی 300 قسمت حرفاشو بزنه دیگه قبول میکنه آره 300 قسمت حرفاشو بزنه قبول میکنی شاید بکنم ولی این ذهنی که من یه کوچولو میاد میشینه اینجا همه حرفای مسخره تو خیلی بیشتر میخندی کم و زیاد میشه تو عوض میشه این تو ذهنت نه نمیشه ولی اون یه یه جسم دیگه میشه اصلا از یه یه چیزی جنس دیگه اون چیه این دقیقا از همین سوالا دیگه واتمایه تو ملموس چیه؟ نیست واسه من چیه من واسه ملموسه که دوستام یا کسی که باشون میرم میام این ظاهر رو داشته باشن دستشون اینطوری باشه نمیخوام وارد قضیه انسان باشن آره یعنی. انسان باشن از از نوع انسان باشن ام. نه که مثلا یه دونه مثلا ببر کنارم راه بره آره دهنم باز کنه حرف بزنه اینو خب خیلی باحاله ولی نمیتونم بزنم دومم هی میذارم پاشو, پاشو, بریم مثلا بریم دومم وضعیت <تصفح> بریم چیلی وقت مثلا به ببره نمیگم بیا بریم خب این من فکر کنم میتونه عادت باشه دیگه چون عادت نداری مثلا ببر ایمان آره آقای تتلو هم میگه توی یک روم خیلی تاثیر گذاشت توی روم کلاب هست که من دوست دارم با ببر ازدواج کنم با بچه داشته باشم نصف ببر نصف انسان من واقعا عشق ببرزم به اون ببر عشقا یعنی؟ عشق جدی هم بشم حالا این میگی باب با صحبت کنه با ولی نمیشه این سریال همون هیز دارک میتریالز رو دیده باشید اونجا هر انسانی یه دونه دیمن داره اون دیمن ها حیوان های مختلف هم. بعد آه. دیمن ها حرف میزنه آه. اون تو اون دنیا های خب عادیه دیگه تو چون تو این دنیا ندیدی برات عجیبه ولی کانتنت خوب میشه بکن جاها میمون بشینه اینجا از میمون داره من میتونم قبولش کنم شما؟ من اون بخشی که گفتی تا کجا مثلا ما پیش میریم حالا بیشتر گفتیم مثلا تو پوست اگه بهش فکر کنیم من یاد یه سری خاطرات افتادم دوران دانشگاه خب هم کلاس های آناتومی داشتم به واسطه رشتم هم فیزیولوژی البته آناتومی زیاد حالا واردش نمیشونیم ولی ف... چرا دیگه اونورش فیزیولوژی خیلی تا عمیق میرفتیم مثلا فلان بعد بعضی موقع شده بود که خب روی مثلا پروژه کار میکردیم با توی لبه استادم مثلا کل روز یا مثلا چند روز پشت سر هم روی یه تاپیک خیلی به خصوصی حالا بعد مقاله میخوندی یا مثلا تحقیق می‌کنی اینا بعد آخر شب که مثلا من میخواستم برم, خونه اینا خیلی چون به هر حال از اون ستینگ با میومدی بیرون دیگه به هر حال به خودت میومدی و چیزایی هم که مطالعه میکردیم اصلا چیزی نبود که حالا به چش بشه دید بعد من خیلی اینو ت... چند بار اینو تجربه کرده بودم که مثلا میری تو افکارت که مثلا چی, چی داری میخونی مثلا به خصوص وقتهایی که بعضی موقع خب یه سری سلولای مغز رو باید در موردش میخونی و همین موضوعی که اصلا با مغزت داشتی در مورد مغز میخوندی مثلا من بهش فکر میگردم و حالا اینی که پرسیدی که تا کجا تو رو تعریف میکنی از لحاظ حالا فیزیکی لاغر من چند بار شده دانشگاه خیلی میرفتم تو افق محو میشدم آره, آره. خیلی عجیبه بحاله. خیلی بحاله. بعد میگن حالا فرض کن مغز خیلی شیطون باشه وقتی میخوای ازش استفاده کنی که مغز رو مطالعه کنی عوض کنه اطلاعاتو به شما اطلاعات درست نده چی اطلاعات چیز بده فورد بده مثلا <applause> چیزی از من تو ذهنت میاد وقتی بله بله درست متوجه یه دونه مورد دیگه اینجا داریم که آها حالا توی این هویت شخصی و اینا اصلا چرا این داستان مهمن یه تیک ایمان گفت چرا مهمه بره. چه اهمیتی داره چه فرقی داره برامون که خود ما به زیستن ادامه بدیم یا یکی که خیلی شبیه ماه به سیستن ادامه بده بله یعنی یکی بیا جای ما رو بگیره بعد اون ادامه بده. اصلا چرا این داستان مهمه یه مثال بسیار ملوز. رندانه میزنه میگه که فرض کنید یه جراح مغز قراره بیاد ایمان و فرهاد رو جراحی کنه مغز فرهاد رو بذاره تو بدن ایمان خب مغز فرهاد بیاد تو بدن ایمان بعد موجود نه مغز ایمان جمعنه.

جسمت ولی خب داره استفاده دره میشه درک که خره اصلا سافری چرا جسمش ها استفاده آهاره. میشه بابا جسم منو اگه برای خودم نجیم میخوام سر سگ توش بجوشه <تصفح> سر سگ سر سگ <سر> <تصفح> چقدر نو پانده برای خودم میخوام استفاده کنم من خودم ببخش بی بدم بمونم که چی بشه به درک از باش بشه نه شما رو خاموش کردن متوجه نمیشه برو بابا دکمت رو زدن آفیشه با آجار میزنه تو مرز خب. آره این جراح مغز قرار مغز فرهاد رو بریزه تو سر ایمان و جسم ایمان بمونه با مغز و فرهاد خب ام. بعد این موجودی که در نهایت تولید میشه خیلی دردش میاد خیلی درد داره مگه اینکه شما یه پول عجیب غریبی رو به این جراح داده باشید قبل عمل خب اگه پول رو داده باشی دیگه درد آره دیگه فرض کن تو جراحی میتونی یه کاری بکنه که اون موجود نهایی درد نکشه اگه بشه یه پول زیادی داده باشید خب خب دیگه کی اون پولو <تصفح> میده بهش نه سوالی نه کی؟ خودت قرمدنگش باید بده به من چه <تصفح> درد و تو داری میکشی البته نه من که دیگه نیستم خودت یا خودت به درک این بدنی همه دوست هر غلطی رو انتخاب بکن آقا میام گل ریزو میکنیم پولا جمع میکنیم اینا درد نکشه 50 50 بعد باشه یه پیپل داریم paypal.com بگذشت خود کس لطفاً خود کس بادی ترانس آره من به نظر فرهاد بده بابا نسبت من بدم تو قرار درد بکشی اصلا من نیستم I'm not در. تو داره. مثلا انگوشت. به درک اصلا ببین ایمان م... مغز من که در میاره اصلا بندازی تو کاغذ <تصح> خورد کن میخوام چیکار ایمان ها. تو مردم اون موجود نهایی رو ایمان خطاب میکنه آه. نه فرهاد آره تو چشم تو ظاهر توی درک تو بگن داشت ایمان تو میشینی پاس اصلا مهم نیست نه دیگه اونو میشین نه دیگه تو نمیشین پاس تو اصلا بشین پاس <applause> ببین چه ناخون های وقت داران داشت فقط یه سال ماتریال خواهی برسنیسه اون <applause> بیاید از چیز همینجور سوال داریم آقا آنجا. پوله ده. کی میده فرهاد <applause> نه به نظر منصقشون نسنس باشه دیگه من چرا نسنس آقا بدن از ایشونه مغز از من نه فرهاد باید پولو بده از این مرد بپرسی ببین ست درست فرهاد باید پوله بده نیست باید فرهاد باید بده ست آخه دیگه ایمان تموم میشه وقتی یه مغزش اومد بیرون ایمان تموم شد ولی تموم نمیشه آخه مردم هنوز میگن این ایمانه به حرف مردم حرف مردم, <applause> مردم, مردم, مردم نیست <applause> آره اصلا به حرف مردم نیست خب اگه اصلا قرار بود ایمان نباشه انو میذاشتن توی توی نه سوال بر عوض نکن اونجا سوال اینه نمیدونم من دارم من نظر ببین ولی واقعا عشق میکنی قدن قوی <applause> ببینم شبا میتونه بخوابه آره راحت میخوابه احتمال کارم فرق کرد من اینکه مشکل فیزیکی باشه تو نه مشکل اصلا مشکل فیزیکی بالاخره بدنتو میخوابه شبا <applause> <applause> بدنتو یه خواب خوب بش میده میشه رمه صد ولی چیزه برادران صد درصد فرهاده شنونده گرامی شما چی فکر میکنید؟ به شما پولی کی باید بده؟ برامون کامنت بذارید. مرسی که سابسکرایب کردید. چون این مجموعه است دیگه ببین تو مغزه ای, ای قرار بود خودش آن روپای خودش وایس بره کار بکنه و اینا که میرفت میرفت یه کاری میکن مغزه بدون بدن کاری نمیتونه بکنه پس چرا بدن... میتونه تصور بکنه نداشت آره بعدا میزنش توان... می تو شیشه کارشو انجام میده تو نگران خوابی وقتی خوابی بدنت جایی نرفته ولی اون لحظه باورت اینه که رفتی مثلا یه جایی آره, آره ولی نیست بدن ایمان همیشه خواب باشه بدن ما قرار بره کار بکنه پشت ماشین بشین بدن نبید. ایمان نمیره دیگه تو بدن ایمان رو میبری بدن ایمان وسیله است همون وسیله یعنی ما میخوایم وسیله رو انقدر بیاریم ارزش پایین نمیدونم نیاریم نظر من باید. به اون موجود نهایی باید درد تصمیمات فرهادو بکشی یا ایمان درد مغز باید بکشه. نه بدن تو درد مغز درد تو رو آره ولی خب میگم اون وسیله واسه من اونقدر بیارزش ارزش نیست وسیله, وسیله نه نقل. مثل ماشین شما دوست داره ایشون خیلی دوست دارم اینو ولی به تو نمیدونم کاندید <تصفح> <تصفح> بهتر دارم معرف میگه که ما به صورت طبیعی خود خواهیم یعنی آیا... نگران آینده خودمونیم تا بقیه درسته <تصفح> حالا ممکنه یکی تصمیم بگیره که به هر دلیل انسان دوستانه نگران آینده بقیه باشه ولی ما به صورت خودکار نگران آینده خودمونیم بیشتر تا بقیه ام. حالا اون کسی که تو آینده از لحاظ روانی بیشتر شبیه یکی از شماست باید در واقع تاوان تصمیمات شما دوتا رو پس بده یا اون کسی که مردم ایمان خطابش میکنن در واقع سآلی نیست برای همین میگه که هویت شخصی مهمه یه جا ایمان گفتش که چرا مهم نیست میگه که مهمه ما باید بدونیم که اون موجود نهاییه بیشتر کیه یعنی اگه به هر دلیل تونستیم مغز و جسم و اینا رو جابجا کنیم این مهمه که ما بفهمیم که این بیشتر کیه آخه اگر که ما باور داشتیم که این میتونه در لحظه عوض بشه در روز عوض بشه تو نمیتونی هیچ وقت به جواب نهایی برسی دیگه آخه اون باوره رو ما نداریم لزوماً یعنی باورم خودش جای سواله چرا یعنی اگر که به این باور کنیم که آدما با مثلا گرفتن اطلاعات جدید عوض میشن اگه به هم چیزی باور داشته باشیم شاید یکی باور داشته باشه یکی باور نداشته باشه خب برای اون شخص دیگه اهمیتی نداره که آدما رو واقعا بدون کیان چون که در لحظه عوض میشن یعنی تو یه چیزی که همینطوری داره عوض میشه خب همین بفهمی خب همین, همین طوری هی داره عوض میشه پس چی باعث میشه تو بخوای دوستی تو مثلا با من و فرهاد ادامه بدی اگه دوستی با با من, تا ما... موقعی تا جایی که, که با باورهای من همخانی داره است یعنی تو اگر که یه روز بیای مثلا چه میدونم حرفای مثلاً نجات پرستانه بزنی اون موقعی که دیگه دست یعنی دیگه برای من اونقدر عوض شدی که دیگه توی اون کتگوری باورهای من جانه میشی تا وقتی که اعلان اون موقع دکمه رو میزنم که شده حالا توی طول دوستیایی دوستی. که داشتیم شاید خودمون مثالهایی داشته باشیم از افرادی که باهاشون خیلی هنگاد میکردیم خیلی باهاشون اوکی بودیم و اینا ولی از یه جایی به بعد دیدیم که واقعا یا ماها خیلی عوض شدیم از لحاظ فکری که دیگه با اونا مچ نیستیم یا اونا خیلی عوض شدن دیگه اون فیت اولیه وجود نداره و این همینطوری اصلا هم انقدر دور شد دور شد دور شد و دیگه الان وجودی نداره یا جفتش دیگه آره قربون لبخندت برم من یعنی و من توفیق قطع نشده آره تمام شد <تصفح> <حس> <اوزارده> فکر کنیم بهش اگه که شما ها نظری داشتید به اون بگید لطفا خیلی باحاله اصلا این مباحث به حالا شما علوم دیگر رو که نگاه میکنید یه سوالی مطرح میشه یه سری آزمایش انجام دادن یه جوابی هست براش خب تو یه جای راضی میشی خب همینه دیگه از اونجا به بعد هم که تو اونو فهمیدی دیگه تا ابد فهمیدیش دیگه یادت نمیره که اون فهمه حاصل شده ولی به این مباحث سالات فلسفی که میرسه اینقدر ایده ها میتونه روی یه موضوع همزمان متفاوت و همزمان منطقی به نظر بیاد و اینقدر تو میتونی شرایط فرضی در نظر بگیری فرضی اصلا خیلی تو می راحت میتونی یه دنیای جدیدی تعریف الان مورد آخر جراح مغز ما یه شرایطی رو به وجود آوردیم که خیلی عجیب غریب شد جوابی هم اونجوری براش نداشتیم خب جواب خیلی منطقی داشت اگه این قدر قدر استفاده بکنه از اون وسیله خودش پولشو میده من که دیگه نیستم تازه یه پولی هم باید قبلش به منم بدی چرا تو که دیگه نیستی این با این فرض ب... با این تو اون جیب دیگه با این با این فرض که تو فقط تو فقط مغزتی اه. شاید مثلا یه ذره دستتی یعنی <تص <said> <تصال> تو موجود نهایت تو یه ذره هنوز هستی احساس میکنم واقعا بدن آدم فقط وسیله حالا میتونه خیلی اشتباه باشه یعنی مثلا میمونه دقیقا مثلا ماشین میمونه که هر کسی کی داره رانندگیش میکنه ماشین دیگه آره تو فستان فیوریس میگفت مهم نیست چیزی رو کابوته مهم که که پشت فرمانی شما دوبله شده میبینی؟ در تو هر زمانی میگفتی هر زمانی بود این بد میشد این خیلی بد میشد بتونیم یه افتر پارتی چیز رو این داشته باشیم کلاب هاوسی او تو کلاب بگو ببینم چی داری برای اون فرزاد الان میریم به برای اون اونو بز دوم اون کار اون که قراره من ادیت کنم اون چون یک ساعت در شده آردی. آره باش یه سری کامنت بخونیم بخون کامنت ها از یوتیوب هستن در زیر اپیزود ایمان هفته پیش بله. گفته که ولی قیبت کردن یه لذت خاصی داره ما هر سری خواستیم دوره هم که هستیم بچه های خوبی باشیم قیبت نکنیم نشد این صادقانه گفتن امیش آمیش اگه درست بگم ببخشید اگه امیش. ام. یه سر بیاد بوشتر ببینید هوای گرم یعنی چی سی, درجه برای ما شوخیه آقا من توی گرمای 55 درجه احواز من رفتم استادیوم خب من Oof. تو اون دیگه آخرشه دیگه یعنی تو مرتق خود و به آب وصل کنی ولی میگه فرقش این که اونجا حالا ماشینا اینجا هم کولر دارن ولی تو خونه حداقل هوا خنکه اینجا چون خونه yeah. خنک نبود من مثلا به شب خوابیدم من تو خواب عرق می آره این فرقش چرا اینجور این فرقش کامنت درست نیست برو گفتن که کارون جان بیا یه ما جامون عوض کنیم شما بیا اروپا من میام کانادا این جالبه. یه آدم میاد یه فیلم دیدم چم... <laughs> چند وقت پیش یه فیلم می دیدم ام... یه آدم نیست اسمش ولی یه همچین کاری کردن ام... در مورد دو تا دختر بود یکیشون آمریکا بود یکیشون یه جای دیگه شد اروپا که توی اینترنت هم پیدا کردن یه واسه یه مدتی جای هم عوض کردن اون رفت اروپا اون م... این کارو میکنن خونه عوض این جا 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 را. 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 آره. خیلی باحاله آره اینجا تو فرهنگشون خیلی کار سواب خیلی انجام ما ولی نمیدونستم اینو اکسچنج میکنن دیگه تو مثلا دانشجوی دانشگاهی تو خیلی راحت میتونی بری مثلا یک سال فلان دانشگاه درس بخونی بله اینو میدونستم ولی اینکه فرضا گفت جاشونو با هم عوض بکنه خب بعد سنت کم باشه اینجا یا مثلا میرن تو خانواده یه خانواده تو یه کشور دیگه زندگی میکنن مثلا کانادا یه میره مکزیکی یک سال و اون خانواده حالا در ازای دریافت پول یا فرزند رایجه آره. بله یه شخصی به نام آیس حالا اسم اکانتشونه دیگه یوتیوب نوشته بود یه چیزی بگم که برای خودم غیر قابل باور بود من چند روز پیش با عجله خودم رسوندم به یه جایی حالا یکم گرفته بود آه. آه بعد رسیدم جلوی در آسانسور و منتظر این بودم که آسانسور بیاد تو، توی اون فاصله یاد حرفای اپیزود قبل ایما افتادم که جریان سپرایز گفت و یه لحظه به خاطر عجله و نگرانی وضعیتم شبیه اون موقع ایمان شد آقا وسط جای بزرگ یهو بغزم گرفت و اصلا حالم دگرگون شد خلاصه نگم براتون دیگه بعدش که یکم به خودم اومدن خیلی به خودم اومدم خیلی از واکنش اون لحظه خودم و همدردی خودم همدردی. و همدلی که به طور ناخودآگاه فایمان داشتم تعجب کردم بزبشی راجع اون داستان که صاحب ایمان جالب بود برای من که ایشون خیلی جالبه هم میگم ببنی یک ساعت و روب شد آره برای بقیه شد جالب بریم چون ابزار من اتحانا میتونه کوتاه باشه بریم. بریم. مرسی که تا اینجا رو ما بودید دم همتون گرم ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، توی تلگرام، توی فیسبوک اینستاگرام، یوتیوب مرسی که یوتیوب سابسکرایب میکنید برامون کامنت میذارید ما اگر که میخوان با ارتباط تو مستقیم داشته باشید میتونید تو این تمام فضای مجازی برای ما کامنت و مسج و اینا بفرستید و ما سعی میکنیم رو جواب بدیم ما میریم و شنبه با یه بزوی جدیدی که برمیگنیم فرح خدافز